شما دوست شاد دوست نداشته باشید دکتر به این استراحت برای کنی، اما من میگم چون الان مثلا توی این دو سه سال اخیر این کلمه ای که دکتر دو سه بار به کار بردن، این لبخند زیبا، خیلی دستمایه یه سری، حالا از شاید واقعا افراد متخصص نیستن اینها، شاید واقعا یه سری دلالان این عمد باشن، یعنی منظورم اینه که پزشک در ناپزشک و اینها نیستن، صرفا یه سری آدمی هستن که سودجو هستن. این لبخند زیبا اگر شما مثلا یه جستجوی راجع بکنید میبینید که چقدر از این استفاده میکنن، تبلیغ میکنن برای همین حالا درمانهای به قول یک شبه، و ممکنه که همونطور که شما فرمودید اینا آسیب رسان باشه. بله. یعنی یه مقدار شاید لازم هست که ما خودمون آگاهی هامون رو بالا ببریم. ما واقعا هدفمون همین هست، از همین بخش نوشداری برنامه خانواده یک که اطلاعات و آگاهی های شما رو بالا ببریم، بدونید که اونها چی کار دارن میکنن. اگر قرار هست یه همچین لبخند زیبایی به شما هدیه بدن، شما اطلاعات داشته باشین، بعد خودتون تصمیم بگیرید. مارانی که میخوان قصد در واقع درمان ارتودنسی دارن، توی فضای مجازی، توی مجلات و بسیاری از در واقع رسانه ها با کلمه اصلاح طرح لبخند بسیار برمیخورن. بیمار مطب ما میاد و مطب بسیار از دندانپزشکا میره و از این کلمه خیلی خیلی استفاده میکنه. به من میگه که آی دکتر من نمیخوام ارتودنسی کنم، من میخوام اصلاح طرح لبخند بکنم. یعنی من واقعا پاسخی ندارم، یعنی فقط میتونم بگم که اینقدر این کلمه تونسته در واقع ذهن بسیاری از بیمارانی که در واقع نامرتبی درمون دارن متاثر بکنه، که به هر حال اولین چیزی که عنوان میکنن همین هست. من اینو اینجا باز بکنم که مهمتر از این که در واقع با این لغات بیمار بخواد ذهن خودش رو مشغول بکنه، باید به این فکر بکنه که من اگر که مشکل نامرتبی درمون دارم، اول باید خود نامرتبی رو حل بکنم، نه اینکه از همون ابتدا فقط به این فکر بکنم که حالا برم حالا به رنگش و فرمش و شکلش و اینها در واقع با لامینیت و کامپوزیت و این داستان ها فقط ذهنش رو به این معطوف بکنم. آخرین عرض من در پایان این صحبتی که با جناب علی داشتم این باشه که ما یک سری ناهنجاری های دندانی داریم که اساساً به هیچ عنوان بیمار خودش هم بخواد، دندانپزشک هم بخواد، نمیتونن با کامپوزیت و لامینیت حل بکنن. فکی که عقبه، فکی که جلوه، فکی که انحراف داره، قطعا دیگه اون چاره جز درمان ارتودنسی نداره. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داوودی عزیز، خیلی از توضیحاتتون استفاده کردیم.